خوشبختانه این مقام عراقی در پایان این ماه دورش تمام خواهد شد. البته در میان رهبران عراقی افراد مدره و میانه رو پیدا میشند و امیدواریم که این محاصره توسط نیروهای عراقی پایان پیدا بکنه. متاسفانه دولت آمریکا این اشتباه رو کرد که حفاظت شهر اشرف رو به نیروهای عراقی بسپره و اکنون شاهد نقض حقوق آنها هستیم. محاصره، منع ورود کالاها و امکانات و نیازهای پایه‌ای و همچنین بدرفتاری علیه ساکنان شهر اشرف. به نظر می رسد البته که اوضاع کمی آروم شده و گفته میشه که آذوقه ها توانستند وارد بشن و تعدادی کارگر به کار خود بازگشتند، ولی وضعیت همچنان غیر قابل تحمله. باید وضعیت به حالت اول برگرده. عراقی هایی که خود را دموکرات می نامند باید به قانون احترام بگذارند و بالاخره حق ساکنان شهر اشرف رو به عنوان پناهندگان سیاسی تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو به رسمیت بشناسند. و همچنین مانع دیگری که وجود داره حفظ نام سازمان مجاهدین در لیست سیاه آمریکاست و از این فرصت و این بهانه ای است توسط که استفاده میشه توسط رژیم ایران برای تقاضای استرداد این مبارزان و از این رو ضروری است که آمریکایی ها که به نام آزادی مداخله کردن در عراق و به بهانه پایان دادن به خطر تسلیحات کشتار جمعی به رنگی از آن پیدا نکردن و جان 4000 سرباز آمریکایی در این مسیر فدا شد، حق بران است که به مخاطراتی که ممکن است برای ساکنان شهر اشرف وجود داشته باشه خاتمه داده بشه. پس در این مناسبت آرزو می کنیم که حقوق شهر اشرف رعایت بشه، وضعیت آنها به رسمیت شناخته بشه. و در پایان یک پیام شخصی دارم و به این مناسبت به دو بانوی جوان در شهر اشرف که قطعاً سحر و سارا که این افتخار رو به من دادند که مرا به عنوان پدر بزرگ خود انتخاب بکنند و بدانند که همواره در قلب ما جای دارند. Madame la Présidente, excusez-moi, bonne année, bonne santé. On nous a reproché à Asraf quelque chose, que nous étions trop près de vous. On nous a reproché que nous on vous garde. Mais on peut assurer quand même la cité d'Asraf qu'au cas échéant, nous devons la patrie de France aussi. Bonjour Armand. Que moi, je suis gâché pour la حفاظت و حمایت از آنها درود می‌فرستیم به آرمان و دیگر دوستان. ربیه، می‌خوام که این سرود امید رو برای ما بخونه. فرنوش آرمان، بریم از ما، بریم ما آماده ایم برای دفاع از شما و به اشرف خواهیم آمد اگر ضروری باشد و برای شما آرزوی سلامتی و ایران
عکس چهره خود احساساتمون رو اینجا گفتیم در رابطه با سال جدید و تعداد کم و اندکی چون وقت محدوده، ولی فکر میکنم هر کس به زبانی گفت که چقدر دلش میخواد الان کنار اشرفی ها باشه، عید رو با اونها بگذرونه. انشاءالله که این آرزو هرچه سریعتر برآورده میشه. در این حال همه گفتن چقدر دلشون میخواد که هرچه سریعتر در خاک خودمون ایران باشیم و بتونیم عید رو اونجا کنار هموطنانمون جشن بگیریم و انشاءالله اون روز هم میرسه. مجدداً سال 88 رو به همه شما تبریک میگم. از اینجا به تک تک اشرفی ها، به خصوص اونهایی که در صف مقدم نبرد الان حاضر، پایدار و مصممن، بدونن که اینجا همه پشت شما، با شما، هر لحظه، هر چه که بخواهید. بنابراین انشاءالله که هر چه سریعتر در راه اهداف بسیار بسیار والا، انسانی و ضروری، تا اونجایی که به مردم ایران برمیگرده، یعنی آزادی، دموکراسی و حق مقاومت در مقابل یک رژیم دیکتاتوری که حق مردم ایرانه، انشاءالله هر چه سریعتر به پیروزی نهایی دست خواهیم یافت. اما البته سختی هایی مثل این روزها که همچنان که گفتید سر راه هست، ولی قطعاً پایداری، عزم جزم و اراده آهنین زنان و مردانی که آمادن که در هر شرایطی از همه چیز بگذرند و خودشون رو وقف آرمان آزادی خواهانه مردم ایران بکنند، بله، با وجود چنین پیشتازانی قطعاً پیروزی و موفقیت در دسترسه. موفق باشید، سال نو بر همه شما مبارک. اشرفی ها، جای ما رو پای هفت‌سین خودتون رو هم خالی کنید. خدا نگهدار همه شما.